خاطرات یک زندانی. حتی تولدم در زندان شده بود. داستانی از نوشته های فرشته غنی. با سلام و درود خدمت شما شنونده های خوب و گران ارج چینل افغانستان ژورنال. آرزوی صحتمندی و تندرستی تان را دارم. قبل از آغاز داستان لطف نموده چینل افغانستان ژورنال را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را نیز فشار بدین و اگر داستان هایی دارین و میخواین با ما شریک بسازین میتونین از طریق میل آدرس afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان ژورنال برای ما بفرستین. آغاز داستان. مادرم بعد از اینکه پدرم میخواست خواهر ما به زور به یکی بفروشه و با پولایش به خود مواد مخدر بخره، چاقو را بر میداره و به سینه پدرم میزنه. یک چاقو مستقیم به قلبش میخوره. مفته به زمین و میمیره. مادرم قدر بلد نبود که بعد از کشتن پدرم بتانه برای فرار کنه. میترسه. از ترس دست و پایش میلرزه. همسایه ها خبر میشن. پلیس میرسه و مادرم دستگیر کرده به زندان مندازه. دو خواهرم کاکایم به خانه خود میبره. ولی من هنوز تولد نشده بودم. هنوز که در بطن مادرم شاید هرگز فکر نمیکردم وقت چشمای ما در دنیا باز میکنم اقدر بدبختی میبینم. ولی همونطور شد. من پسری بودم که در زندان به دنیا آمدم. نامم را رزوان گذاشتن. این نام یکی از زندانیای زن بالای ما گذاشت. اونا می گفتن رزوان نام دروازبان بهشت است. پس نامم اگه ای باشه می تانم خود ما و مادرم از این جهنم نجات بدم. ولی مثل که تولدم در زندان بود، کودکی مام در می زندان سپری شد. ما کسی به نام پدر نمشناختم. فضای بیرون از زندان را ندیده بودم. درون گریه و فغان زنای زندانی و حتی ظلم کردنشان بالای یکدیگر بزرگ شدم. برم طبیعت ناشنا بود. فقط چهار دیوار را می دیدم. هر شب همونجا خواب می رفتم و هر صبح در همونجا از خواب بیدار می شدم. زندگیم روال عادی و روزمره خود را داشت. مثلا وقتی از خواب بیدار می شدم، هر بار سر و صدای زنا بلند بود. هر روز در اونجا دعوا بود. هیچ وقت نشده بود در آرامی بخوابم و نفس راحت بکشم. برای من این حالت طبیعی شده بود. مثل که در چهار اطراف می دیدم، مام آدم خشن به بار آمدم. جنگ و دعوا کردن، حتی لط و کوب یکدیگر برم چیز عادی بود. برخی از زنا در زندان بودن که وقت زندانی زن جدید می آمد او را آزار می دادن و از اذیت کردن اونا لذت می بردن. من فکر می کردم که یه حالت عادیست. برای همی با یک دختر دیگه که در می سلول زندان با مادرش زندگی می کرد یک جا شده اولادای زنای تازه وارد را آزار می دادیم و می خندیدیم. به نحوی یه حالت بر ما خوشی می داد. چون جوزی هیچ سرگرمی نداشتیم و ندیده بودیم. ولی دیگه سنم کلان شده بود. 8 یا 9 بودم که زنای دیگه اعتراض کردن که باید مرا از اتاقشان بکشن چون آیسته آیسته دارم کلان میشم و اونا ده حضور ما راحت نمی باشن. کاکاهایم که خواهرای ما بردن به خاطر که مردم بد می گفتن و دیگه هیچ وقت احوال ما را نگرفتن. اونا مادرم قاتل شمرده با او خیلی بدرفتاری کرده بودن. گفته بودن که اگر در زندان بپوسیام برهاییت نمی آیم. ولی مجز خانی اونا دیگه جایی بر رفتن نداشتم. مادرم گفت تو پیش کاکایت برو. وقتی که رفتی دلشان برات می سوزه و تو را پیش خود نگه می دارن. اما تو که گفتم من 8 یا 9 ساله بودم. 9 سال گذشته بود. ما وقتی از زندان برآمدم بیرون خیلی برم ناشنا بود. روشنی آفتاب چشمای ما اذیت میکرد. طبیعت طور عجیب برم به نظر میرسید. موترا برم چیزای عجیب به نظر میرسیدن. برا افتادم.
اصلا نمی فهمیدم چی کنم و کجا برم. نمی فهمیدم که وقتی از سرک میگذرم باید متوجه موترا باشم. بدونی که اونا را در نظر بگیرم از سرک میگذشتم. وسط سرک مانده بودم. از هر طرف موتر می آمد و هارن می زد. مزیاد ور خطا شده بودم. خواستم زودتر از سرک بگذرم. برای همی دویدم ولی موتر از روبریم آمد و مرا با موتر زد. زخمی شده بودم. عمر دادم خوبی بود. مرا به نزدیکترین شفاخانه برد. زخم ما پانسمان کردن. گفتن جدی نیست. عمر ازم پرسید چرا بدونی که متوجه موتر شوم از سرک دویدم. هرچی کده نتانسته موترش کنترل کنم. برای همی ما حادثه کردیم. ما چیزی برش نگفتم چون مادرم برم گفته بود که وقتی از زندان برآمدی به کسی نگویی که مادرت در زندان است. او برم یک ورق کوچکم داده بود. یکی از زنا که در زندان بود در یک کاغذ آدرس خانه کاکای ما نوشته بود. ما به او مرد گفتم من میخوایم اینجا برم. برای همی عجله داشتم. او مرد ورق گرفت و گفت من خوانده نمیتونم. باش دکتر بیایه ایر سرش میخوانم. دکتر که آمد او مرد ورقه به دستش داد که بخانیش. ولی دکتر هرچی توجه کرد گفت نمیفهمیم ای خطره درست خوانده نمیتونم. دکتر یک نرس را صدا زد. هر دو خواستن متن را بخوانند. بالاخره موفق شدن. گفتن قلعه واحد کوچه قصابا. ما خوش شدم. او را زیر زبانم زمزمه میکردم. از جایم بلند شدم. دکتر گفت که باید بمانی تا مطمئن شویم خوب است یا نه. گفتم نه خوب استم. میخوایم برم. بالاخره او مرد گفت ما او را با موتر زدیم. مسئولیتش را میگیرم. هر جایی که خواست میرسانمش. او مرد خیر ببینه. مرا به قلعه واحد کوچه قصابا رساند و خودش رفت. ما اونجا اسم کاکایم گرفتم ولی کسی نمیشناختش. هر طرف که در کوچه رفتم کسی او را نمیشناخت. دمو کوچه خوب پیش رفتم. دستچه بازم کوچه تنگتر دیگه بود. تقریبا 5 یا 6 دقیقه اونجا پیاده روی کردم. یک دکان خوراک فروشی رسید. ما دل نادل از او در مورد کاکایم پرسیدم. او میشناختش. برم گفت خوب که در امی کوچه پیش رفتی دو دروازه آبی رنگ می آید. همو که کلان و کمی زنگ زده است خانه غلام رضا است. مستقیم به خانه او رفتم و دروازه را تک تک کردم. زن میان سال دروازه را باز کرد و با حیرت طرفم نگاه کرد. باز با صدای بلند گفت او صفی خدا زده بیا که بازن دیوالت پشتت آمده. ما گفتم من دیوال کسی نیستم. زن گفت خی کیستی؟ ما پرسیدم و گفتم آیا ای خانه غلام رضاست؟ زن گفت آه خود تو کیستی؟ گفتم ما برادرزاده غلام رضاستم. زن خندید و گفت برو بچه زیاد اصاب ما خراب نکو گپای ناق نزن. کل برادرزاده غلام رضا هم اینجا هستن. برو گم شو. دروازه را برویم بست. ولی ما بازم تک تک زدم. بازم امی زن بازش کرد و گفت چی میخوایی؟ تا که جواب بتم زن از اون سو صدا کرد و گفت کیس بابا؟ زن میان سال گفت مچم یک بچه هست میگه برادرزاده غلام رضا هستم. کدام بچه گدایگر است؟ خدا میفهمد چی است کی است؟ ما گفتم ما بچه گدایگر نیستم. بچه غلام علیستم که در زندان پیش مادرم بودم. حال اینجا آمدیم. زن میان سال ترس خورد و اجازه داد داخل خانه شوم. مرا نگه داشتن در خانه. پرسیدم خواهرایم کجاستن؟ هیچ کس هیچ چیز نمی گفت. بالاخره شام شد و کسی که کاکای می گفتمش به خانه آمد. غلام رضا مرد ریش سفید بود. دگرها در مورد ما برش گفته بودن ولی او عصبانی به سوی آمد و گفت برو برا از خانه. تو برادرزاده من نیستی. تو ارامیستی. بچم که پدرت کی است و مادرت تو را در زندان به دنیا آورده.
ایرک گفت من خیلی ناراحت شدم. راستش او وقت معنای گپ حرامی را نمی فهمیدم. گریه کردم گفتم من کسی را ندارم. کجا برم؟ اونا بازم قبول نمی کردن. مرا از خانه کشیدن ولی من ساعتها پشت دروازهشان ماندم. فصل خزان بود. خنک شده بود. من از سردی می لرزیدم. لباس گرم نداشتم. ولی پیش دروازهشان روی یک سنگ نشستم تا ای که همو زن میان سال که زن کاکای می شد از خانه برآمد و مرا دوباره داخل خانه برد. هنوز یک دقیقه آرام در اتاق ننشسته بودم که زن جوان وارد اتاق شد. سر و روی من غرق بوسه کرد و برادر برادر صدای می کرد. من یگانه نامه که از خواهرم در ذهنم بود سمانه بود. با او گفتم تو سمانه هستی؟ گفت نه من میناستم. خواهر کلانت. من خوش شدم. بازم بغلش کردم ولی کاکایم بازم به اتاق آمد. عصبانی شد که چرا مرا اجازه دادن که داخل خانه بیایم. زن جوانی که خودش خواهرم معرفی کرده بود با کاکایم گفت او برادرم است و من در می خانه نگهش می دارم. ولی کاکای موره از موهایش کش کرده گفت تو دختر بی حیال و امرای مزوبان می کنی. من عصبانی شدم. خواهرم از دستش نجات دادم ولی از خانه بیرون نرفتم. هرچی به سرم آمد در او خانه ماندم ولی متوجه بودم که اونا خواهرم از زیاد تحقیر و توهین می کنن. خواهرم با پسر کاکایم عروسی کرده بود. یک پسرم داشتن ولی همواره با رفتار بد کاکایم شوهرش و دختر کاکایم روبرو می شد. زن کاکایم اما کمی خوب بود. با وجود که او هم خیلی وقتا طرف شوهر خوده می گرفت ولی حداقل باعث شد که در او خانه بمانم. من از مینا در مورد سمانه پرسیدم. گفت که او همراه یک نفر عروسی کرده و در تخار زندگی می کنه. ما هم کنار مینا ماندم. اوایل کم تحمل داشتم ولی رفته رفته رفتار کاکایم با ما و خواهرم خیلی اعصاب ما خراب میکرد. در حقیقت ما مادم آرام نبودم. همیشه وقت که تنها میماندم چیخ میزدم و تمام بغض ما یک قسم میریختم. تحمل کردم تا 3 سال ولی یک روز وقت از بیرون آمدم دیدم که خواهرم در روی زمین افتاده و از پیشانیش خون میآید. خسرش با سنگ زده بودش به خاطری که چرا آب گرم برای وضوش آماده نکده بود. انوزم کاکایم استاده بود و خواهرم دشنام میداد. مام تحمل نتانستم. یک سنگ بزرگتر را برداشتم و به سر کاکایم زدم. گفتم تو هم دردی سنگ زدن را بچش. ولی فکر کنم سنگ خیلی کلان بود. چنان ضربه به سر کاکایم وارد کرده بودم که جای به جای سرش کفیده بود و مرد. ای بار پسرای کاکای مرا به پلیس تسلیم کردن و به زندان رفتم. البته چون زیر سن بودم مرا به مرکز تربیت اصلاح کودکان و نوجوانان بردن. اونجام جای خیلی بد بود. شبیه زندان نبود که مادرم در اونجا بود. اونجا که بودم مادرم پشتیبانم بود. کسی لطکوبم نمی کرد. آزارم نمی داد. برعکس ما دگرا را آزار می دادیم. ولی اینجا پسرای کلان همیشه وقت کودکای تازه وارد را آزار می دادن. تمام کارهای خودشان را توسط اونا می کردن. لطکوب می شدیم. تحقیر می شدیم. بعدی که حتی بدن ما از دست آزار و اذیت اونا کبود می شد. 3 نفر در این سلول بودن از این لذت می بردن که کدامشان بیشترین کبودی به بدن ما وارد می کنن. هر کدام زیاد و سخت تر می زد جای کبودی لطکوبش بیشتر می بود. شرط عمو می برد. ما سلیم، امید و میر رحمان کسایی بودیم که زیاد اذیت شدیم. بعدتر ما هم دل و جرأت پیدا کردیم. چند بار از خود دفاع کردیم. بالاخره یاد گرفتیم چطوری زیر بار نریم و با جایی که شکنجه شویم دیگرا را شکنجه کنیم. قانون زندان قانون جنگل بود. یا باید شکار می شدی یا شکار می کردی. ما در اونجا اصلاح نشدیم. زیادتر وحشی شدیم. وقتی که تازه از سن کلان ما در زندان لذت می بردیم و همه کودک ها و نوجوان های دیگر تابع حکم ما شده بودن، خبر رسید که
18 ساله ها باید به سلول زندان بزرگ ساله انتقال پیدا کنند. با وجود که مرکز تربیت اصلاح کودکان هم چندان جای خوب نبود، ولی زندان اصلی اونجا بود که بزرگ ساله بودند. در زندان هر نوع مجرم وجود داشت. جوانای به عمر ما کم بودند. اونجا حتی زندانیایی که متهم به قاچاق بودند چنان وحشی فطرت بودند که حتی از زندانیای جوان به حیث برده‌های جنسی خود استفاده می‌کردند. اونجا از پاککاری همه روزه اتاق گرفته تا لباسشویی و هر لحظه خدمت یکی از زندانیا به نام غفور را می‌کردند. غفور خیلی ظالم بود، ولی حداقل مرا از چنگ اونایی که دنبال برده جنسی بودن نجات میداد. در این زندان نفسم مبرامد. هر لحظه تحقیر می شدم، لط و کپ می شدم، ولی بازم در خدمت او بودم. غفور مرد میان سالی بود که به جرم دزدی و قتل 4 نفر دزدگیر شده بود. او سرکرده یک گروه بود. شنیده بودم که یک نفر را وقت کشته بود، بعد از او بدنش تکه تکه کده به سگها خورانده بود. ولی بازم پلیس دستگیرش کده بود. ما از او خیلی می ترسیدم. همیشه که تنها می ماندم دعا می کردم که خداوندا مرا از او نجات بده. حالت خوب ما وقتی بود که غفور گوش مرا کش می کرد و می گفت مرد می شی بالاخره. ای گوشتویا برای است که مرد شوی و مردانگی را یاد بگیری. مثل موش نباشی. شبها تا ناوقت می شیشتم. پاهای غفور را چاپی می کردم. او چرس می کشید. دهین چاپی کردن یک دود به ما می داد. در اوائل وقت نمی خواستم با سگرت که در دستش می بود صورت من می سختند و می گفت بگی بکش. پس آنها مام دود می کردم. او تنها چرس استفاده نمی کرد. یک چیز دیگه در پوری های کوچک به رنگ سفید برش می آوردن. شبیه آرد بود. او را غفور و همراهایش روی میز کوچک می ریختن و توسط بینیشان کش می کردن. وقت نشه می شدن، ما و یک پسر دیگه که نامش منیر بود، صدا می زدن و ما می گفتن میز را بلیسیم. مثل که هیچ گردی پودر در میز نمانه. بعدن با ما می خندیدن. از این کار لذت می بردن. بالاخره کاری شد که ما در عفو عمومی برابر شدیم و از زندان رها شدیم. اما وقت از زندان برآمدم دیگه به تمام معنا یک معتاد شده بودم. همه زندگی از دستم رفت. فقط همقدر پول پیدا می کردم که مواد بخرم. این پول یا می دزدیدم یا گدایی می کردم. از این حالت بیزار استم. بدنم می سوزه. درد دارم. وقتی به آنچی به سرم آمده فکر می کنم خودم بدبخترین آدم روی زمین تصور می کنم. کاش هیچ تولد نمی شدم. در زندان به دنیا آمدم و زندان نابودم ساخت. پایان داستان.